بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان برنامه امروزی خود را آغاز میکنیم. سلام های گرم ما را پذیرا باشین همراهان همیشگی برنامه روی خط زندگی. خیلی خوش آمدیم به برنامه امروزی. عصر زیبای شما خوبان بخیر. فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت دومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام حسن مجتبی علیه السلام و خدمت تک تک شما عاشقان و محبان اهل بیت علیه السلام تبریک و تهنیه درس میکنیم. خرسند هستیم که امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم و تشکر میکنیم از اینکه باز هم انتخاب شما برنامه روی خط زندگی هست. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراهی بکنید. و اما موضوعی که امروز انتخاب کردیم بحث مزایای تغذیه با شیر مادر هست. دعوت کردیم از دکتر صاحب نجات الله صافی، متخصص داخل اطفال، و ان شاء الله از صحبت ایشان استفاده میکنیم. عرض سلام در خدمت شما دکتر صاحب، خیلی خوش آمدید. من هم به نوبه خود به عرض سلام و ادب به شما و همکاران شما و بیننده های محترم تلویزیون تمدن عرض می دارم. زنده و سلامت باشین. تشکر ازی که دعوت ما رو پذیرفتین دکتر. شکر از شما. خوشحال هستیم از حضور شما. شکر. با موضوعی که شما رو زحمت دادیم بحث مزایای تغذیه با شیر مادر هست. بارها شنیدیم که خیلی توصیه شده به مادران عزیز که حتما اطفالشان رو با شیر مادر تغذیه بکنن. علت این توصیه چی میتونه باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قال تعالی والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. یعنی شیر دادن به نوزادا و اطفال یک امر الهی است. خداوند تعالی به مادران امر کرده که شما به اطفالتان شیر بدین. بشر به این تمدنی که داره، به این پیشرفتی که کرده، تانوز به این قسم یک مایه تانوز جور نکرده که به شیر مادر اون قسم جور شود. مزایای شیر مادر که است، بله، بیشتر از او است که بشر او را جور میکنه به شکل پودری. ما به شیر مادر که از اول اگر شروع کنیم، اول باید مادر ای را بفهمه که شیر مادر که است یک نعمت الهی است و ای را شکر خداوند ادا کنه. گپ دومی است که یک امر الهی است. یعنی وقتی که تو به فرزندت شیر میدی، این به ذهنتان بشینه که من که شیر میتم به اطفال خود یک امر الهی است. سوم، مزایایی که شیر مادر داره او هیچ وقت مقایسه نمیشه به شیرهایی که مصنوعی جور میشه. شیرهای مادر که است، من جمله ترکیبی از اونا که است از مقایسه به شیر پودری خیلی فرق داره. شیر مادر حاوی انتیبادی ها هستن یا موادی هستن که ضد میکروب عکس العمل نشان میده. شیر مادر هورمونی داره که به نام هورمون گروت یا هورمون رشد، بله، که معمولا در شیر پودری شما پیدا کرده نمیتونید. شیر مادر انترفیرون داره، یعنی ماده داره که ضد ویروسی، که هیچ وقت شما او را در شیر پودری پیدا کرده نمیتونید. و شیر مادر این همیشه با وقت پیدا میشه، همیشه مو حرارت که داره، طفلک که نیاز داره به مو حرارت پیدا میشه. و مادران معمولا، یعنی بغیر از این که کدام مصرف اقتصادی باشه، کدام وقتی دیگه ضایع شود سر شیر دیگه، هر وقت از اونا استفاده کرده میتونه. یعنی در واقع شیر مادر این سری ویژگی‌های منحصر به فرد داره که در شیرهای مصنوعی که شما اشاره کردین وجود نداره. یعنی هیچ وقت، هیچ وقت و هیچ وقت یعنی مقایسه نمیشه شیر مصنوعی که تو شیر مادر. این شیر مصنوعی که شما اشاره میکنین در بین صحبتتون بس شیر خشک است یا شیری که از حیوان مثل گاو اینا گرفته میشه؟ ما نوزادا خوب اصلا شیر گاو و شیر دیگه خوب استفاده نمیشه. و شیرهایی که علی مصنوعی جور میشه در مارکت، شیرهایی که به اطفال تجویز میشه، من منظور زمون شیر است. بله، نظر شما در مورد فلج چی هستش که تاکید شده که باید نوزاد حتما از او تغذیه بکنه؟ وقتی که در روزه اول، اول دو شیر که چیز است، شیر کمتر است، رنگش فرق داره، زرد است، بله، و ایره شیر فلا یاد میگره. متاسفانه تانوزم در کشور ما روایت است یا رواج است که این شیر به اطفال داده نمیشه. یعنی ممانعت میکنه؟ ممانعت میکنه، مخصوصا در خانه این چیز بسیار معمول است. تانوزم اطفال نوزاد از شیر محروم است.
و این شیر که است از شیر دیگه تفاوت داره. بله. شیری که ای است ای واقعا یک شیری واکسین است، یعنی ای هاوی ایمونوگلوبولین است یا هاوی آنتیبادی است که به نوزاد وقتی نو به دنیا میاد از چیزهایی که مثلا خطر به نوزاد است، بله، میکروبا از او جلوگیری میکنه، یعنی یک قسم واکسین است. یعنی تنها تو فکر نکنه مادرها که ما شیر ندادیم، تو به حقیقت یک چیزی نداری که او طفلک و نوزاد او را احتیاج داره، به غیر از اینکه شیر فلایی که در اول روزها اول دو پیدا میشه مسهل است، یعنی این چیزی که است با سهل هضم است. شیری که است که به نوزاد او را آسان هضم کرده میتونه، و به غیر از این باکتری مفیدی است که در آمای نوزادا پیدا میشه و این شیر فلک است که از او همکاری میکنه. این معمولا توصیه ما به مادرایی است که وقتی که نوزاد به تولد میشه حداقل در ساعت اول این بعد نوزاد از شیر مادر استفاده کنه، ترجیحا خود نیم ساعت است، ولی کدام مشکلات دیگه است، بله، حداقل در ساعت اول از شیر مادر خود استفاده کنه. بسیار خوب. ولی معمولا روزه اول که است مادرها شکایتی داره که شیر ما کم است. این شیر فلان خاصیت شیمی است که کم می باشه، ولی ضرورتی نوزاد که است دمی اول روز دوم امی قدر می باشه، یعنی با مقدار نیاز نوزاد وجود مقدار داره. نیاز به دلایل احتمالی عدم تمایل چند روزه کودک به خوردن شیر مادر. 1. غذاهای جدید یا سایر تغییرات در رژیم غذایی مادر که ممکن است باعث تغییر طعم شیر مادر شود. 2. دندان درآوردن کودک و حساس شدن لثه های او که باعث می شود مکیدن شیر مادر برایش دردناک شود. 3. ممکن است شما دچار استرس باشید و نوزاد متوجه این حالت روانی شما شود. 4. شیوه شیر دادنتان را تغییر داده اید. 5. ورزش منظم و در حد متعادل مانعی برای شیردهی مادر محسوب نمی شود، اما گاهی دیده می شود که پس از فعالیت بدنی شدید و ورزش مادر شیرده به علت ورود اسید لاکتیک به شیر طعم تلخ در شیر ایجاد می شود. 6. به دندان گرفتن اتفاقی نوزاد با صدای بلند واکنش نشان داده اید و او را ترسانده اید. 7. عطرتان را تغییر داده اید و نوزاد متوجه تغییر بوی شما شده است. 8. ممکن است نوزاد شما دچار عفونت گوش شده باشد. آبریزش بینی و سایر عارضه ها در نوزاد که شیر خوردن از پستان را برای کودک دردناک یا ناراحت کننده می کند. صحبت ها را ادامه میتونیم با دکتر صاحب صافی. دکتر صاحب صافی، قبل از میان برنامه در خصوص تغذیه با شیر مادر که تاثیر صورت گرفته را اشاره کردین. و در بین صحبتتون گفتین که در واقع ممانعت باید صورت بگیره با تغذیه با شیر مصنوعی. میشه برای والدین اشاره بکنین که تغذیه با شیر خشک چه مشکلاتی رو میتونه برای کودک بار بیاره؟ ببینید، یک خوب قضیه چیز است به فامیل است، به پدر و مادر، یعنی از لحاظ اقتصادی یک ضربه است و به مادر از لحاظ وقت یک ضربه است، یعنی وقتش زیاد جای میشه به ایشان. بله، تا تهیه کنه. و سیومی به مادر که مربوط است است که طفل و مادر که کدام صمیمیت داره و چیز داره که اقدر که نزدیک باشه او جای میشه دی. این یک بودی این قضیه است. بله. و بودی دیگه ای گپ ای است که اطفالی که به شیر خشک تغذیه میشه معمولا در اونا اصالات زیاد دیده میشه، انتانات گوش یا زیاد دیده میشه، انتانات طرق تنفسی زیاد دیده میشه، و در انده طفل، یعنی وقتی که طفلک کلان میشه به 5 سالگی 8 سالگی میرسه، معمولا اطفالی که به شیر خوش تغذیه میشه مقایسه به اطفالی که به شیر مادر تغذیه میشه اینا امراض الرژیک یا حساسیت ها زیاد دیده میشه. بله. وقتی که دیگه هم طفل کلان میشه به بلوغ میرسه معمولا اطفالی که به شیر خوش تغذیه شده در اونا شکر یا یعنی دیابت تایپ 2 یا شکر زیاد دیده میشه، معمولا اوبیسیتی یا چاقی چیز که از بیشتر تر دیده میشه، یعنی این نقصی به طفل است.
و پیش که من ذکر کردم و چیز که است نسبت که با والدین است، یعنی اقتصادی یک ضربه است و وقت زیاد داری میشه و او صمیمیت طفل که است که امرای مادر او کم میشه. این مشکلاتی که اشاره کردین و بغیر از این مواجرت خود شیر جور کردن یک جنجال کلان با مادر سیز. شیر آب پیدا کردن، او را خوب پاک کردن، یعنی او را خوب جوش دادن، باز او جوشک خوب ای خودش زمان گیرست یک. و محیط ما که بچی هست، محیط طفل که بچی هست، معمولا این خودی جوشک است یک منبع میکروب است برای اطفال، این که خوب چیز نشه. بله. و معمولا میشه، یعنی اطفالی که به شیر شیر خوش تغذیه میشه معمولا با دکترها زیاد مراجعه میکنم به نسبت با اطفال دیگه، خصوصا با گوشتردی، اصالات و انتانات طرق تنفسی زیاد مراجعه میکنم. پسان خوب چیزهایی که ما گفتم که به شکر و چاقی مبتلا میشه خوب پسان است. در بزرگسالی خودشان نشون میده. این مشکلاتی که شما اشاره کردیم بر اثر این هستش که کودک اصلا از شیر مادر استفاده نکنه یا از شیر مادر استفاده بکنه به مدت زمان کمی. مثلا بعضی کودک ها هستن خب 4 ماه، 5 ماه تا 7 ماه استفاده میکنن. بعضی بنابر مشکلاتی یا استفاده نمیکنن یا مادر تمایل نشان نمیده به دادن شیر خودش. آیا مشکلات در صورت کم خوردن شیر میتونه ایجاد بکنه یا نه؟ و معمولا چیزی که هست شیر مادر که هست ای کافی است. با 6 ماه اول خوب کافی است. یعنی هیچ نیاز نداره طفلک که به شیر دیگه مراجعه شود. اگر مادر خوب او را تغذیه کنه، خوب او را تغذیه کنه، وقتش به وقتش تغذیه کنه. یعنی شیر مادر که تا 6 ماه هیچ کافیت به طفلک. یعنی نیازی نیست به شیر دیگه. بعد از 6 ماه معمولا ما یه چیز توصیه دکترایی می باشه که به امرای شیر مادر از چیزای فامیلی، از غذای فامیلی استفاده شوه و از بعد از او شروع میشه و تا 2 سال به شیر مادر بخوره. بله. کدام نیازی نیست که ما توصیه کنیم که شیر بوتلی شما به اطفالتان بدیم. بسیار خب. دکتر صاحبی یکی از همراهان فیسبوکی ما سوال گذاشتن، مهدی جان گفته که یک طفل 1 ماهه دارم که زیاد دل درد میشه. اطرافیان بهشان میگن که غذای سنگین نخورین، اگر من غذا نخورم شیرم خیلی کم میشه. به نظر شما باید چیکار کنم؟ ببینید سنی یک ماهگی است، یعنی بعد از 1 ماهگی اطفال معمولا نوزادا بعد از سن که است کمی ناراحتی، کمی خود تاو پیچ کردن، بعض وقت سرخ شدن و کبود شدن این چیزا معمول می باشد اطفال، یعنی چیز عادی تا 3 ماه و بعد وقت تا 4 ماه دوام میکنه. بله. و این را به اصطلاح طبی که است کولیک میگن، انفانتایل کولیک میگن، معمولا نوزادا این را داشته می باشد. ولی ای است که مادرها بعض وقتی فکر میکنه که شیری که من میتونم به طفل خود این مشکل داره، ولی او قسم نیست. یعنی چیزی که است به شیر مادر ربط نداره، این طفل بعد از این قسم کمی خود تاو پیچ کردن، زور زدن، بعض وقت کبود شدن این معمول است در اطفال تا 4 ماه بیخی معمول است. چیز اول که است باید پدر و مادر یک گفته شود و ای را قانع کنیم که طفلی که نوزاد شما که کدام مشکل داره این طبیعی سر طبیعی است. بعض چیزا که هست معمولا مادرها بخوره و کمک طعم شیر تبدیل میکنه و معمولا بعضی اطفال کمی ناراحتیش اضافه تر میکنه، یعنی فقط در مزهش تغییرات میکنه و بعضی غذا است مثلا غذایی که ذکر شده پیاز و سیر و چیزایی که کمی بادگین است، یعنی معمولا این چیزا کمک فرق داره، ولی این به این معنی نیست که ما شیر مادر توقف بدیم. این معمول است و این بعد مادرها بفهمه که طفل ما که است بعد از 1 ماه شروع به این عادت های میکنه و این معمول است. به این معنی که روده اما تا انوز به او غذایی که طفلک و شیری که میخوره خوب توافق نکردن و این توافق که کمک وقت میگیره. بله. یک اصطلاحی هست تحت عنوان تغذیه انحصاری با شیر مادر، منظور از این چی میتونه باشه؟ تغذیه انحصاری با شیر مادر تا 6 ماه اول و در انگلیسی او لفظ که استعمال میشه برایشان اکسلوسیو بریس فیدینگ، این WHO و دیگه سازمان های صحی جهان توصیه میکنه و این بد شوه. به این معنی که شیر که طفل کس تا 6 ماه اول تنها نیاز به شیر مادر داره،
به غیر از شیر مادر دیگه ای چیز به طفل داده بد نشود. حتی اگر آب هم باشه. به غیر از اینکه اگر دکتر کدام چیز اضافه تر توصیه میکنه، کدام ویتامین و یا کدام منرال اضافه توصیه میکنه، ولی تا 6 ماه اول باید تنها شیر مادر بخوره. یعنی کدام نیازی به این چیز نیست که ما غذای فامیلی برش شروع کنیم یا چیزای آب برش بدیم. بله. در بعضی چیز که از خانواده مسکو و چیزها شروع میکنه این به این چیزا نیاز نیست. حتی به آب. فقط شیر. یعنی تنها شیر مادر تا 6 ماه اول. و بعد از 6 ماه بخیر که تیر میشه آهسته آهسته چیزایی که ما در خانه پخته میکنیم به شکل مایی به اطفال خود بسیار. کم کم داده میریم تا که به نیمه جامد و جامد تبدیل میشه. یعنی تا 6 ماه اول که لازمی است که مادرها باش اطفال خود تنها شیر مادر بده. دیگه هیچ چیز نمی. حتی آب. پس منظور تغذیه انحصاری با شیر مادر است که تا 6 ماه شیر مادر. فقط شیر مادر. بله. آیا کدام برنامه یا طرحی وجود داره که یک مادر در یک شبانه روز چند بار به چه مدتی فرزند خودش شیر بده؟ چیزی که ما شاهد هستیم اکثرا وقتی که اطفال گریه میکنن خب مادر کوشش میکنه که به او شیر بده و احساس میکنه به خاطر گشنگی شاید باشه. از نظر شما در یک شبانه روز یک برنامه‌ریزی مناسب اگر بخوایم برای والدین اشاره بکنین چند بار در یک شبانه روز باید یک مادر به طفل خودش شیر بده؟ یک خود ناراحتی طفل است. این ناراحتی طفل همیشه بعد ما ایره تو تلقین نکنیم که طفلک گشنه است. این بعض وقت حالات مریضی است که بعد بله ممکن مشکل داشته باشه. مشکل داشته. خصوصا اطفال که به محیط یعنی به حرارت درجه ای که بعض اطفال زیاد پوشیده میشه یعنی حرارت درجهش بالا میره ناراحت بله. میشه. دپر یا پمپر و چیزایی که از بد دیده شود که طفلای ما خود کدام مشکل دیگه نداره. گوش و گلوکی از باز آخه انتانه تزی که از طفلک ناره هم میکنه. ولی معمولا در روزه اول که است توصیه ما ای است که به نوزادا 8 تا 12 بار شیر داده شد. یعنی هر 2 ساعت بعد خواه حتما یا هر 2.5 ساعت بعد شیر به نوزاد داده شود. معمولی است که در روزه اول که است نوزادا معمولا خوابش زیاد می باشه. بله. چون خوابی که در دوران داره او مقسم انتقال میشه. یعنی 18 ساعت، 17 ساعت، 16 ساعت خواب میکنه. و معمولا ایتو اطفال که است گشنه میمانه. توصیه ما با مادرایی است که حداقل اطفالتان خصوصا در روزه اول بعد از 2 ساعت بعد او را بخیزانیم. یعنی بیدارش و بیدارش کنیم و به شیر چیز کنیم. این معمولی است که تا 8 تا 12 بار خو معمول است که به اطفال شیر داده شود. و اگر شیر باز اطفال اگر بعد از شیر خوردن یک وقت مناسب خواب میکنه به ایمانه که طفلک سیر است. یعنی حداقل بعد از شیر خوردن که از 2 یا تا 3 ساعت خواب کنه. بله. عفونت هایی که از شیر مادر به نوزاد منتقل میشوند معمولاً هیچ مانعی برای تجویز شیر مادر وجود ندارد جز در موارد خاصی که مادر به بیماری مبتلا باشد که برای نوزاد خطرناک است و شیر مادر نوزاد را آلوده می کند. از جمله این بیماری ها توبرکولوز باز ریوی است. در این بیماری چون مادر آلودگی دارد نمی تواند به نوزاد شیر بدهد. همچنین مادرانی که آبسه‌های شدید پستان دارند نباید به نوزاد شیر دهند. برخی مواقع مادر ممکن است از نظر روحی شرایط مناسبی نداشته باشد که در این موارد بهتر است به نوزاد شیر ندهد. در مواردی مانند سرماخوردگی چون با دارو درمان می شود و نگرانی وجود ندارد مادر می تواند به نوزاد شیر دهد. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان و با همراهی شما خوبان رسیدیم به بخش پایانی که با قسمت دکتر صاحب صافی هستیم و ان شاء الله از صحبتشان در این قسمت استفاده میکنیم. دکتر صاحب یک سری از بیننده‌های ما یک سری سوالات فرستادن با شما شریک میکنیم. اسما جان از کارتچار گفته که برخی به این باور هستن که شیر خشک باعث چاقی در طفل میشه. آیا این بحث درست است یا خیر؟ نه خیر. این بحث من پیشم یادآور شدم که چاقی به این چیز مربوط نیست. او کدام این چیز نداره، مواد نداره شیر خشک که او را ما تلقین کنیم که چاق میکنه. صحیح. و برعکس گروت فاکتور یا هورمونی رشد که است شیر خشک شما پیدا کرده نمیتونید. او تنها شیر مادر است و ایره شما ده و به این معنی که این گپ که است عکس است. یعنی شیر مادر است که طفلک خوب نگاه میکنه.
چاقی به این معنی اگر چاقی ما گفتیم که اطفال که به شیر خوش تغذیه میشه در آینده یعنی در وقتی بله. که کلان میشه چاقی ولی او چاقی خواست او مرض است او چاقی نیست صحتمندی نیست برادر ما جناب آقای محمد امین گفته مادرانی که شیر به شیر حمل میگیرن آیا باید طفل بزرگتر از زودتر از دو سال از شیر بگیره؟ اگر یک مادر به یک طفل خود شیر میته و در این جریان حمل پیدا حمل بله. میگیره کدام معنی نیست که ما شیر از شیر جدا کنیم یعنی هیچ کدام معنی نیست و هنوز یک چیزی که هست با مادر کمی سخت به است که در این حال به دو چیز شیر میده هم به حملی که او گرفته یک طفلی که در شکمش هست و یک طفلی که در دنیا هست به او شده به این معنی که او تغذیه شدن او مادر که هست باید زیاد شد یعنی با توجه برشوه به خاطر غذا و چیزا ولی کدام ممانعت نیست که شیر به شیر که از بعضی مادرات میگه که شیر خراب میشه و یا شیر دیگه طعم میشه کدام چیز نیست یعنی میتونه که شیر به طفل خود بده تنها چیز که از به تغذیه مادر توجه شه یعنی که مادر که است هم به خود چیزی است انرژی نیاز داره هم به یک طفلک که در شکم است به او نیاز داره و هم به یک طفلک دیگه که شیر میده یعنی تغذیه به مادر باید کمی توجه شه خانم زهرا محمدی تماس گرفته بودن گفته که در چه سنی میتونیم کودک از شیر بگیریم آیا از شیر گرفتن کودکان قبل از دو سالگی میتونه ضرر داشته باشه ببین تا 6 ماه ما گفتیم که انحصاری شیر باید بوده و بعد از او توصیه ای چیز که است عالمی از WHO که است تا 2 سال خواهد میست یعنی باید ادامه بده تا 2 سال و همچنین در قرآن کریم که ذکر بله. شد حولین کاملین این به 2 سال خوبی خیلی حتمی است این تا 2 سال ما میتونیم که به اطفال خود شیر بدیم بله ولی از او پیش اگر مادر کدام مشکل پیدا میکنه و انشالله کدام چیز خواهد نبود ولی تا 2 سال که است این چیز که است ریکمندیشن جهانی است یعنی اگر بعد از 6 ماهگی از شیر بگیره مشکل ایجاد نمیکنه یعنی بعد از 6 ماهگی به این معنی نیست که از شیر گرفته شود یعنی بعد از 6 ماهگی است تنها و نیاز طفل که است شیر مادر پوره کردن نمیتونه یعنی چیزای اضافه هم باید برشان شروع شد بله حسنا جان تماس گرفته بودن از مزار شریف گفته که در صورت کمبود شیر مادر آیا میتونیم قبل از 6 ماهگی غذای معمولی به کودک بتیم؟ ما پیش هم ذکر کردیم ببینین شیر مادر کم نمیشه بعد مادر اول بفهمه که راستی شیر ما کم است یا نیست این یک چیز است تشویش به مادر است اونا میش که می و شکایت میگه که شیر ما کم است بله. اولین شواهد که به چیزی است که راستی شیر مادر کم است بعد طفلک وزن شود و وزنش دیده شود اگر وزن طفلک وزن نمیگیره یک علامه است که شیر طفلک خوب شیر داده نمیشه به ایمانا نیست که شیر مادر کم نیست و در او حالتا بعد پس با مادر که باز طریقه است مثلا استراحت کردن است میاد زیاد خوردن است و بله. در آغوش گرفتن طفلک است که چه قسم به در آغوش گرفته شد این چیزا نقش داره یا این چیزا نقش داره اگر این چیزا این چیز شود حل شود من مطمئن هستم که شیر مادر هیچ وقت کم نمیشه اگر احیانا قبل از 6 ماه از غذای معمولی کنم خانواده ای بته میتونه ضرر داشته باشه برای کودک بیبی تا او 6 ماه که است تانوز طفلک است توافق حاصل نکرده یعنی او اما و رودکی از توافق حاصل نکرده به چیزایی که شما اضافه بیرونی برشان میدین و از این چیزا باید چلو گیری شما یعنی ممکنه که دلدرد اینا بشن دلدرد، اصالات و بعض وقت میکروبای دیگه کی هست اضافه میشه در ادامه همین سوال دکتر صاحب گفتین که طریقه در آغوش گرفتن و صحیح دادن شیر میشه در مورد این بیشتر توضیح بدین که یک مادر چقدر باید کودک خودش رو بغل کنه به چه گونه‌ای باید به صورت مناسب شیر بده که شیرش که کم نیست و مطمئنا این کودک نمیتونه درست شیر بگیره یک خوم مربوط به مادر میشه یعنی مادر به جای طفلک شیر بده که روحن آرام باشه یعنی جایی که باشه روحن آرام باشه در جایی که میشینه استراحت و یا حتی اقل اگه میشینه یک چیز تکیه داشته مادر. باشه طفلک اگه در وقت در آغوش میگیره
او مستقیم باشه، یعنی مایل و چیز نباشه در آغوش مادر، به سینه خود نزدیک باشه، با او حاله سینه که است او کاملا در دانه تفلک باشه. یه تو نباشه که نیم حاله سینه در دانه باشه و نیم بیرون باشه. و وقتی که شیر میده حداقل صبر کنه، یعنی شیر دادن که است 10 تا 40 دقیقه وقت میگیره. بعض وقت مادرها کمی زود چیز میکنه، تفلک جدا میکنه، وای تو فکر میکنه من شیر کم دارم. او نیاز به این داره که تفلک حداقل نزدیک شوه با مادر، او عکساتی که در چیز است در مغز است او تولید شوه، پس او عکسات به و شیر به تفلک جاری شوه. این کمی وقت میگیره، یعنی چیزا که است اول تطبیق بده شوه. بله. از نظر شما کدام کودکای یا نوزاد شیرخوار هستن که علاوه بر این که شیر مادر رو باید استفاده کنن، باید شیر خشک هم استفاده بکنن، یا تو کودک مثلا نداریم؟ ما خود تو کودک نداریم که ما توصیه کنیم که شما شیر مادر چیز کنین، امر شیر مادر شیر خشک هم شروع. در بعض حالات که هست او حالات که هست او دکتر توصیه میکنه که شیر مادر باید قطع شه. بعضی مریضی هست که مریضی ولادی است که اطفال بعض انزمایی که است در وجود خود نداره، امراضی که ذکر شده مثلا گلکتوسیمی یا فینال کتونیدی، در این حالات که است دکتر توصیه میکنه که شیر مادر نشه، ولی نادر است، این تو معمول چیز نیست. بعض اطفال که است با قند شیر مادر که داره لکتوز، اونا کمی حساس هستن، یعنی اونا خوب تحمل کردن نمیتونن، جذب کردن نمیتونن. در اون حالت ها میشه اگر دکتر توصیه کنه که شیر مادر نته در اون حالت ها. ولی این که است، این جواز که است، این جواز از طرف دکتر داده شده. مادرهای که به مصاب مریضای خطرناک است مثلا سرطان ها و دوایی به خاطر سرطان و کیمیوتراپی چیزا میگیره، در اون حالت ها میشه که ما تفلک از شیر مادر جدا کنیم. در بعضی حالات که هست، یعنی موقتی بعد از شیر مادر جدا شد، مثلا مادر است و او تبرکلوزی چیز داره، فعال داره، در این حالات هم میشه که ما طفلک جدا کنیم از مادر با موقت، و وقتی که بعد از اینکه به یک مدت مناسب تداوی میگیره و باز خطر از این است که به طفلک انتقال شوه، سل تبرکلوز میشه که پس تغذی شوه. یعنی با توصیه دکتر امکان پذیر است؟ این چیزا که با توصیه دکتر است، نه با توصیه دیگه مرد. دکتر صاحب، بعضی کودک ها همون زمانی که تولد میشه خیلی تمایل نشان نمیده به شیر خوردن مادر. بعضی خانواده هستن خب بخاطر اینکه کودک احساس گشنگی نکنه شیر چشک استفاده میکنه، بعد از این مرحله او کودک اصلا تمایل نشان نمیده که شیر مادر خوش استفاده بکنه، در این صورت مشکل چیه؟ من گفتم که روزه اول کس اطفال معمولا زیاد نمیخوره و نیازم زیاد نداره، او فلره که من تشریح کردم یعنی مقدارش کم است و مقدار به این چیز که است طفلک به اون قدر نیاز داره که موقع تولید میشه برش. و مادر این قسم فکر میکنه که طفل شیر نمیخوره و بعد از اون قسم بعد عادت میکنه و این تو تصور داره بله. که شاید شیر مرا نخوره، ولی این قسم نیست. اگر مادر طور مسلسل به سینه خود بندازه و اون مکیدن یک چند وقت کنه عادت میگیره، ولی این کار نمیکنه، مردم مادرها معمولا نمیکنه، یعنی وقتی که عادت شد پس شیر خود قطع میکنه. تازه فرصت خیلی کم هست، در خصوص مادرایی که نوزادای خودشون از شیر میگیرن، کودکای خودشون از شیر میگیرن، وقتی که از شیر میگیرن خب این شیر در پستان مادر جمع میشه. بعضی میگن که اگر این جمع بشه اما تو بانه تبدیل به قدم میشه، از نظر شما چی؟ این شیر باید یعنی برطرف بکن یا بذارن همون قسم باشه تا کم کم خوشه؟ نه این طبیعی چیز است، پروسس است. وقتی که چیز طفل شیر نمیخوره در سینه مادر شیر میمانه خودش جذب میشه، این کدام چیز نیست که به قدرت تبدیل میشه و نیاز به این است که او را بکشی. تشکر میکنم شما دکتر صافی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم، برای شما روزی موفقیت داریم. خدا نگهدار.